به نظر شما بهترین روش صادرات زعفران کدوم روش هست؟ سلام عرض می کنم و از اینکه در این بخش همراه ما هستید از شما سپاس گذاریم. که مورد نیاز برای صادرات زعفران رو در بخش قبلی با هم بررسی کردیم. کارت بازرگانی، استاندارد، پکینگ لیست، گواهی قرنطینه دامی و نباتی و دیگر مواردی که مورد نیاز صادرات زعفران هست رو در بخش قبلی بررسی کردیم. البته توضیحات کاملش رو شما میتونید در سایت الماس زعفران داتای آر هم مطالعه کنید. اما سوال مهم، آیا صرف داشتن این مدارک ما میتونیم صادرات زعفران رو انجام بدیم؟ موضوع مهم اینه که اول باید بازاریابی کنیم مشتری داشته باشیم و بعد به فکر صادرات زعفران باشیم که به صورت مفصل در بخشهای قبلی این موضوعات رو توضیح دادیم بهترین روش برای صادرات زعفران چیه موضوع برون سپاری وقتی که ما مشتری داشته باشیم قاعدتا شرکت هایی هستند که کار صادرات رو برای ما انجام بدن حتما شما هم میدونید مهمترین بخش کسب و کار بازاریابی و فروش هست داشتن مشتری بهترین روش برای صادرات زعفران اینه که شما به عنوان فروشنده به عنوان تاجر و فعال اقتصادی صرفا متمرکز فروش محصولات باشید به طور مثال مجموعه شرکت های زعفران کینگ که یک شرکت اروپایی هست زعفران رو در سراسر اروپا و در بسیاری از کشورهایی که در اونجا شرکت و شعبه و نمایندگی داره در مقصد نهایی زعفران رو تقدیم میکنه بنابراین دیگه لزومی نداره که شما فعالان اقتصادی یا تاجرهای محترم به فکر این باشید که خب حالا ما زعفران رو چطور صادر بکنیم به راحتی میتونید با استفاده از خدمات و امتیازات مجموعه شرکت های زفران کینگ کارهای صادرات و فروشتون رو پیش ببرید حتی شما میتونید برای اخذ نمایندگی با مجموعه شرکت های ما در ارتباط بشید اگر شما هم میخواهید خرید و فروش زعفران رو انجام بدید یا در شهر خودتون نمایندگی شرکت زفران کینگ رو بگیرید و یا اینکه قبلا کار زفران رو انجام میدادید ولی برای صادرات اون با مشکل مواجه بودید میتونید با کارشناسان ما در ارتباط بشید تمام اطلاعات لازم رو همکاران ما در اختیار شما قرار میدن تا شما به راحتی بتونید کسب و کار خودتون رو پیش ببرید در بخش بعدی سود صادرات و همچنین قیمت انواع زعفران در اروپا رو با هم بررسی خواهیم کرد.